نمایشگاه کریتیکال زون در شهر کارلسروه آلمان هست. از ماه می امسال باز شده به صورت مجازی. از روی یک ایده برونو لاتور و پیتر ویبل این ماجرا شروع شد. توی این نمایشگاه دیدهای مختلفی دور هم جمع شدن تا مسئله زمین رو نشون بدن. آدم ها نوع زندگیشون روی این زمین یه تأثیری گذاشته که یک سری از دانشمندا دارن فکر میکنن که دورمون رو عوض کنیم. برای همین مسئله سیاسیه. برای اینکه ما باید با هم دیگه یک تصمیماتی بگیریم و فقط گفتگو کارو حل نمیکنه. کریتیکال زون لایه خیلی نازکیه که دور تا دور زمین رو گرفته. این لایه از چند ده متر تا چند کیلومتر هست. لایه‌ای که در واقع توش زندگی وجود داره. یعنی شرایط زندگی برای موجودات زنده‌ای که توش هستن به وجود اومده. یک سری محقق سالهاست که در مورد این لایه دارن تحقیق میکنن که بهش میگیم کریتیکال زونیست. کلمه کریتیکال زون که پیشنهاد من محدوده حساس هست باید به فارسی بهتر برگردونده بشه. برای همین دوست دارم فارسی زبونها کمک کنن تا بتونیم این لایه رو بفهمیم و یک کلمه خوبی براش پیدا کنیم، چون در این لایه نازک همه درگیر هستیم. Emergency, destruction, aftermath, calm. Enormity within the landscape, even if small from the exosphere's eye. Topography after the event, a different place. از یه طرف به علم نیاز داریم و از یه طرف به هنر نیاز داریم. به علم نیاز داریم به خاطر اینکه علم همیشه خودش رو به روز میکنه و چیزایی که قبلا فکر میکرده حقیقت رو نفی میکنه و جلو میره. از دو طرف به هنر نیاز داریم. هنر به همون اجازه میده حس بکنیم، بفهمیم چه خبره، چه چیزی داره به سرمون میاد. به اضافه این آگاهی و اون فشاری که این آگاهی در مورد شرایطی که توش داریم زندگی میکنیم برامون میاره، به همون کمک میکنه که تحمل کنیم این آگاهی رو، چون مسئله دیگه برای هر هیچ کسی مخفی نیست. در یک شرایط خیلی بدی داریم زندگی میکنیم. یه سری از محققا شروع کردن از چند دهه پیش بعضی جاهای روی زمین رو مجهز به یه سری ابزار کردن تا بتونن آب رو، تبدیل شدن سنگ به خاک رو، آب و هوا رو به صورت مرتب دنبال بکنن، ببینن چه خبره توی این لایه حساس. که میتونیم بگیم که به این محدوده هایی که ابزار گذاری شدن میگیم دیدبان. یکی از این دیدبان ها نزدیک زدکمه. وقتی که می‌خواستیم در مورد کریتیکال زون کار کنیم، همه به اتفاق تصمیم گرفتیم که این دیدبان رو معرفی کنیم توی موزه. مأموریت الکساندرا و من این بود که بریم اونجا به مدت 2 سال با محققان و دست اندرکاران این دیدبان نشست و برخاست بکنیم. کم کم دیدیم که نه، نمیتونیم فقط چند تا عکس بگیریم و بیایم اینا رو بذاریم توی موزه و بگیم بفرمایید. به خاطر اینکه بودن توی اون فضا یک تجربه فضایی بود. ماها شاید بدنمون قوطه‌ور میشد توی اون فضا و یه چیزایی رو حس میکردیم که فقط با میدانگردی میشد اونا رو حس کرد. پس تصمیم گرفتیم بیایم یک ماکت درست کنیم و این ماکت رو برداریم ببریم بذاریم توی اون موزه. کم کم این ماکت که اول یه ماکت خیلی کوچیک 5 سانتی در 5 سانتی بود تبدیل شد به یه ماکت 35 متر در 15 متر در 14 متر که اتفاقا یک ماکت مقیاس 40 این دیدبانه. وقتی که وارد فضای زدکرم خواهید شد میبینین یک اسکلتی از فضا آویزونه. این اسکلت اسکلت اون کوهه. اون جاهایی که اون جعبه ها رو میبینید، اون جاهایی که اون جعبه ها واقعا توی سایت وجود دارن، همه چی رو سر جاشون گذاشتیم. ولی کافی نبود، چون توی ایده‌ای که داشتیم این بود که خب کاری که ما می‌کنیم یک هنره، ولی شاید بهتره بریم هنرهای دیگرم درگیر این ماجرا بکنیم. این شد که رفتیم
با سونیا لوی که یک فیلمسازه صحبت کردیم و یک همکاری با سونیا شروع شد. بعد رفتیم با یک کسی آشنا شدیم به اسم پاتریک فرانکه، صدا برداره، میره با یک سری میکروفون خیلی دقیق توی طبیعت. گفتیم حالا پاتریک صداها رو هم بیاریم بذاریم توی این ماکت. خب چشمامون یه چیزی رو میدید، گوشامون یه چیزی رو میشنید، اما با صحبت کردن مثلا با آدمی مثل پل که در مورد یک ابزار خیلی دقیق و خیلی سوفیستیکه کار میکنه که آب رو برداشت میکنه و میبینه که دقیقاً ترکیب آب چی از توی رودخونه، میگفتش این ابزاری که ما گذاشتیم به همون اجازه میده تا خوب به آب گوش کنیم. قبلاً میامدیم هر 15 روز یه بار آب برمی‌داشتیم و توی آزمایشگاه می‌دیدیم ببینیم ترکیباتش چجوریه. حالا به وسیله این دستگاه می‌تونیم هر 10 دقیقه بفهمیم توی اون رودخونه چه خبر. مثالی که برامون می‌زد میگفت فکر کن مثلا داری یه سمفونی بتوون گوش میدی، هر یه دقیقه یه دونه نوت به گوشت میرسه. این دستگاه بهمون الان اجازه میده که سمفونی رو به صورت متداوم گوش کنیم و با کیفیت بالا. دوباره رفتیم یک موسیقیدان به اسم گریگوار لوریو وارد جمعمون کردیم. گریگوار یک پروگرامی رو ساخت، تونستیم این داده ها رو تبدیل بکنیم به سمفونی. چیدمان الکسانگا و من واقعا مثل یک ماکت معماریه، مثل یه ابزاره. این ابزار بهمون شاید، امیدوارم، این اجازه رو بده که بتونیم از هنر و از علم استفاده کنیم تا یک صحبتی رو اونجا در جریان بذاریم. این صحبت هنوز به وجود نیومده و امیدوارم که از وقتی که به صورت عمومی باز میشه بتونیم ببینیم نیاز داریم کجاها با هم دیگه به آرامش، با زمان و با دقت صحبت کنیم تا برگردیم به سال 2070 ببینیم آیا امکان داره 2070 هنوز با خیلی راحت کنار هم زندگی کنیم و همه خوشحال باشن.